سلام علیکم، حال تو چطوره؟ امروز میخوایم یه چاشنی خیلی ساده درست بکنیم، ترشی پیاز. خیلی ساده است ولی خیلی کاربردیه. رو سالاد میشه خورد، تو ساندویچ میشه خورد. حالا با هم بریم درست بکنیم. کاربرداش هم دونه دونه رو ویدیوهای بعدی بهتون نشون میدم. اول میریم سراغ خورد کردن پیازامون. پیاز قرمز، البته بنفشه، من نمیدونم چرا میگن قرمز. من از 3 تا دونه کوچولوش دارم استفاده میکنم، ولی شما 3 تا بزرگش رو انتخاب بکنید. حواستون باشه پیازها رو برخلاف ریشه کات نکنید. چرا؟ چون زود له میشه و کمتر میتونید پیازاتون رو نگه دارید. اول از همه سرکه سفید رو میریزیم تو قابلمه، اونم 400 سی سی. به اندازه همونم آب اضافه میکنیم، یعنی 400 سی سی هم آب. شکر داریم، چه شکری، 80 گرم. و بعد از اون میریم سراغ نمک 20 گرم و پشبندش دونه های فلفل 5 گرم. حالا زیر گازمون رو روشن میکنیم تا آبمون به جوش بیاد و نمک و شکرمون توی آب حل بشه. وقتی مطمئن شدید که داره میقلقله، زیر گازتون رو خاموش کنید و پیازا رو به اون اضافه کنید. خب تا اینا روم تمپرچر بشه یا با دمای اتاق یکی بشه که بتونیم بریزیمشون تو شیشه و بذاریم توی یخچال، شما اون سابسکرایب و لایک رو بزنید. اگر هم دوست دارید ویدیوهای بعدی رو ببینید، اون زنگوله ها رو بزنید. برید خودتون رو ببوسید. برمیدید. از اونجایی که من تحمل ندارم، پیازا رو داغ داغ میریزم تو شیشه و میذارم کنار تا خودش ذره ذره سرد بشه. وقتی که سرد شد، با دمای اتاق یکی شد، درش رو میبندم و 90 دقیقه میذارمش توی یخچال. 90 دقیقمون که تموم شد، پیازا آماده است برای خوردن و تا 2 هفته هم میتونید نگهش دارید و ازش لذت ببرید.